در این برنامه به معرفی برترین موشک‌های کروز ساخت ایران می‌پردازیم. امروزه موشک‌ها نقش بسیار مهم و کلیدی در ایجاد اقتدار نظامی و ملی یک کشور ایفا می‌کنند. ایران نیز به عنوان یکی از بهترین کشورها از نظر اقتدار موشکی در جهان و منطقه شناخته میشه. موشک‌های کروز اساساً یک شبه هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت کنترل هستند که تنها برای ماموریت تخریبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موشک‌ها توسط موتورهای توربوفن نیرو می‌گیرند و بسته به پیکربندی و وزن بین 800 تا 3000 کیلومتر توانایی پیمایش دارند. توان پیمایش موشک‌های کروز به طور کامل قابلیت محدودسازی داره. وظیفه یک موشک کروز حمل بمب انفجاری از یک مکان به یک مکان دقیقه. به این موشک‌ها نقطه زن هم میگن. کلاهک قرار گرفته شده روی این موشک‌ها قابلیت تغییر از کلاهک معمولی به هسته‌ای یا بیولوژیکی رو دست داره. موشک‌های کروز انواع مختلفی دارن و میتونن از روی زمین، زیر دریایی‌ها، ناوشکن‌ها و هواپیماها پرتاب بشن. موشک‌های کروز امروزی در هنگام پرتاب از یک تقویت کننده موشک جامد استفاده می‌کنند و پس از تمام شدن سوخت توسط بوستر از بین می‌رند. در این مرحله بالهای دوم موشک و ورودی هوای اون باز میشه و موتور توروفن برای هدایت در آسمون تا زمان اصابت به هدف وارد عمل میشه. ویژگی بارز این موشک‌ها دقت باورنکردنی اونهاست. موشک‌های کروز همچنین میتونن در ارتفاع بسیار پایین از سطح زمین پرواز کنن تا خارج از دید اکثر سیستم‌های راداری بمونن. ایران تا به حال موفق به ساخت موشک‌های کروز متعددی برای دفاع از حریم این سرزمین یا حمله به دشمنان شده. اما در این ویدیو به معرفی برترین موشک‌های کروز ساخت کشورمون می‌پردازیم. موشک کروز یا عدی. این موشک اولین موشک کروز حملات زمینی ساخت هوافضای سپاه پاسدارانه که در سال 1393 توسط این نهاد رونمایی شد. توانایی برد موشک یا علی 700 کیلومتر و توانایی پرتاب از روی سکوی زمینی، شناورها و هواگردهایی چون جنگنده سوخ و 22 سپاه رو نیز داره. موتور قرار گرفته شده روی این موشک از نوع توربوجته و سر جنگی انفجاری این موشک نیز 200 کیلوگرم وزن داره. با توجه به قابلیت پرتاب این موشک کروز از سکوهای مختلف، جزو جنگ افزارهای حیاتی ایران محسوب میشه. موشک کروز آسف. این موشک در سال 1401 در حاشیه رونمایی از پایگاه زیرزمینی نیروی هوایی ارتش ایران با اسم موشک کروز هواپایی برد بلند آسف به نمایش در اومد. این موشک از کلاهک با تخریب بسیار بالا پشتیبانی میکنه و توانایی طی کردن مسافتی تا حدود 1000 کیلومتر رو داره. وظیفه جنگی این موشک نفوذ به استحکامات سنگین دشمنه و با توجه به هواپایی بودن اون روی جنگنده سوخ 24 قابلیت دست داره. موشک کروز سومار. موشک سومار یکی از بهترین سیستم‌های موشکی ساخت ایرانه که خود به مدل‌های مختلفی تقسیم بندی میشه. این موشک نمونه تکامل یافته موشک مشکاته و با الهام از موشک خا-55 روسیه در سال 1393 ساخته شده. موشک هایی که با این تکنولوژی ساخته شدن با نام سومار شناخته میشن. سومار یک موشک با قابلیت پرتاب از سکوی زمینیه که از یک بوستر سوخت جامد برای حمل کلاهک انفجاری 410 کیلوگرمی استفاده میکنه. طول این موشک حدود 6 متر و وزن اون حدود 1210 کیلوگرمه. اندازه نسبتاً کوچک این موشک به اون قدرت و قابلیت حرکت در ارتفاعات بسیار پایین رو میده. به همین دلیل این موشک یک موشک رادارگریز محسوب میشه. برد موشک سومار حدود 700 تا 2000 کیلومتر بسته به نوع پیکربندی که عدد کمتری نسبت به موشک مشکات با برد 3000 کیلومتر محسوب میشه. موشک کروز هویزر. این موشک نیز از خانواده موشک سومار با قابلیت رادارگریزی و برد بلند منحصر به فرده. این موشک توسط صنایع هوافضای وزارت دفاع ساخته شده و دارای برد پروازی بیشتر از 1350 کیلومتر که در حالت عملیاتی حداکثر بردی معادل 1200 کیلومتر نیز ارائه میده.
تفاوت برد موشک‌های هویزه و سومار در بخش بوستر سوخت جامد و تعویض موتور توربوجت اونهاست. موشک کروز ابو مهدی. موشک ابو مهدی از جدیدترین دستاوردهای وزارت دفاع برای ساخت یک موشک کروز ضد کشتی محسوب میشه. این موشک در سال 1399 رونمایی شد و قابلیت پرتاب از سکوهای زمینی، دریایی یا هوایی رو نیز داره. برد نهایی موشک ابو مهدی 1200 کیلومتر و برد مفید اون حدود 1000 کیلومتر اعلام شده که برد بالاتری از موشک‌های ضد کشتی رعد و قدیر ارائه میده. این موشک به موتور توربوجت طلوع مجهز شده و دارای سامانه ناوبری و هدایتی در دماغه موشک. سر جنگی این موشک میتونه تا 410 کیلوگرم مواد انفجاری رو حمل کنه. موشک کروز پافه. این موشک نیز از خانواده سوماره که در سال 1394 توسط وزارت دفاع رونمایی شد. برد نهایی این موشک 1650 کیلومتره. از قابلیت‌های منحصر به فرد این موشک توانایی حمله دست جمعی با یک سامانه و چند موشکه. در این روش یک موشک نقش رهبر رو ایفا می‌کنه و سایر موشک‌ها رو به سمت اهداف دشمن هدایت می‌کنه. همچنین این موشک از بال‌های جمع شونده بهره می‌بره تا توانایی طی کردن مسیرهای مختلفی برای رسیدن به هدف نروی رو داشته باشه. در صورت لزوم یک یا چند موشک مورد هدف توسط فرمانده جوخه به جلو فرستاده میشه و در واقع تومه میشن تا راه برای اصابت دقیق موشک‌های دیگه باز بشه. به گفته رسانه‌ها این موشک قابلیت رسیدن به اسرائیل رو داره. به طور معمول سرعت پروازی موشک‌های کروز چیزی در حدود 600 تا 900 کیلومتر بر ساعته و با توجه به استفاده از موتور جت که البته توربوجت یا توربوفن بودن اون در مورد پاوه هنوز مشخص نیست، موشک جدید ایرانی هم در همون بازه سرعتی عمل خواهد کرد. با توجه به ابعاد موشک پاوه احتمالاً مشکل خاصی برای هواپیمایی کردن این موشک و شلیک از سوخ-22 های نیروی هوافضا هم وجود نداره. این موشک مثل سایر کروزهای پرتاب شونده از سطح دارای یک موتور سوخت جامد در نقش شتاب دهنده برای ایجاد سرعت اولیه کافیه که پس از بکار افتادن موتور جت از بدنه جدا میشه. در ادامه بالهای موشک که روی بدنه جمع شدن باز میشن و با میزان اندکی زاویه عقب برگشتگی در لبه جلوی قرار میگیرن. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با من همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.